قصه ای آدم و هوا شروع میشه. اونا که به شیطان گوش کردن نده خدا. بیفرمونی سبب میشه که ارتباط به خدای بین بره. اونا اولین کسایی بودن که خود گناه خود مرگ یاردن. اونا کوشش کردن تا خود بلگهای درخت خور بپوشن، اما خدا از پیچه کردن کارهای اونا ناراضی بود. اما خدا اونا رو خود پست حیوان پوشند. خدا اولین حیوان رو قربانی کرد که شرم انسان را بپوشه. آدم و حوا دو کودک داشتن، هابیل و قابیل. قابیل از زمینهای خود که حاصل گرفته بود به خدا داد. هابیل حیوان قربانی کرد به خداوند. خدا از قربانی هابیل خوش آمد، نه قربانی قابیل، به خاطری که مزد گناه مرگ و کفاره آن باید با ریختن خون شود. حسادت قابیل سبب شد که برار خور بکشن و انسانها را به کشتار بکشن. صدها سال بعد شرارت انسانها به قدری بسیار شد که گفت هیچ کس لایق زنده موندن نداره دیگه. هیچ کس غیر از نوح و فامیل او. خدا به نوح امر کرد که کشتی کلان تیار کنه و یک پیغام هم گفت بگویه. غضب خدا بر راهه. فقط یک راه فرار است که او هم کشتیه. قوم‌های نوح او را مسخره کردند تا که بارش از آسمان شروع کرد. بارش کردند و از تای زمین آمی آمد بالا و مردم هم آماده نبودند. طوفان همه انسان‌ها و حیوان‌ها را ایبین برد و خلق به خاطر گناه خود جزا دیدند. فقط نوح و خانواده خود و حیوانا خود که خداوند به کشتی یارد نجات یافتند. بعد او ابراهیم پدر ایمان آمد. خداوند با او امر کرد که فرزند خور ببر سر کوه و او را برای من قربانی کن. ابراهیم از این امر خدا دق بود، اما از امر او پیروی کرد. او ایمان خور به عمل اثبات کرد و فرزند خور بر سر کوه برد. دم که ابراهیم میخواست فرزند خور قربانی کنه، خدا مانع شد. به جای از او خدا یک حیوان را آمده کرد که به جای بچه ابراهیم قربانی شد. حیوان آمده جاگزین شد و زندگی بچه را خرید. خون به بدل خون، زندگی به بدل زندگی. 400 سال بعد خداوند موسی را روان کرد تا مردم اسرائیل را به بیرون از مصر راهنمایی کند. فرعون پادشاه مصر با این کار مخالف بود. پس خداوند با 10 بلای آسمونی او را جزا داد. آخرین بلایی که خداوند فرستاد فرشته مرگ بود که اول باری پسر هر خانه را بکشه. مگه کسایی که به قربانی امر شده بودند و خون قربانی را بر روی خانه‌های خوب بپاشند؟ اگر فرشته مرگ خون را ببینه میفهمه که بچه این خانه باز خریده شده. یهودیا یا مصرها، غلام یا آزاد، اگر از امر خدا اطاعت کنن بچه هاشو نجات پیدا میکنن، اگر نه او شب پیشگویی موسی اتفاق افتاد. گریه و ناله همه خانه هایی را بگرفت که رحمت خداوند را رد کرده بودند. بعدتر موسی تورات را به مردم رساند که در آن خداوند قواعد را برای بخشش گناه تعیین کرده. شخص گناهکار باید قربانی را پیش کاهن ببرد، دستخور را بالای سر حیوان بگذارد، به این مفهوم که گناه او به حیوان منتقل میشه. حیوان قربانی میشه، خون ریخته میشه تا گناه شخص پوشیده شه. حضرت داوود و پیغمبرای دیگه از تورات اطاعت میکردند، اما به این فکر بودن آیا واقعاً خون حیوان گناه انسان را میپوشونه و یا اینکه این نشانه است که به آینده اشارت میکنه. داوود پیشگویی میکنه که پادشاه نجات دهنده میآید. از نسل داوود کسی خواهد آمد که با اقتدار فرمان روایی خواهد کرد. شخص خوشقلب و شکست نفس خواهد بود. نجات دهنده بی گناه، معصوم، پاک و کامل خواهد بود. او درد و رنج خواهد دید و شایسته قربانی خواهد بود. او بهترین قربانی خواهد بود. مسیح به آوخور به دنیا آمد، زیرا هیچکی اتاق برای او نداد. مسیح از یک دختر باکره به دنیا آمد، از نسل داوود، اما فقیر به دنیا آمد. چوپان‌های فقیر و حکیمان ثروتمند مشرق زمین به احترام این طفل آمدند. شهادت دادند که این همان نجات دهنده ایست که خداوند وعده داده بود. مسیح صلح، محبت، صداقت و فروتنی را تبلیغ می کرد. او یک نجار فروتن، اما یک فیلسوف بزرگ بود. او منافقهای مذهبی را عصبانی ساخته بود، کسایی که به اعمال مذهبی توجه داشتند تا به محبت خدا. او در بین فقیران، خطاکاران، فروتنان محبوب بود. او کر، کور، فلج و جن‌زده ها را شفا می داد. او حتی مرده را زنده کرد. مردی بود که خانه نداشت، اما معلم فوق‌العاده بود. مردی بود که عاشقان خدا را به زندگی کامل دعوت می کرد. مسیح حتی خداوند را پدر صدا می کرد و به انسان فرماند که خداوند شما را دوست دارد، مثل پدر. خداوند میخواست رابطه او با بشر مثل پدر و فرزند باشه، اما یک مشکل وجود داشت. انسان گناهکار و خداوند قدوس. گناه به وسیله آدم آمد، باعث شد که انسان از خدا دور شود. نجات دهنده میدانست که برای برگشت انسان به سوی خداوند چی کار را انجام دهد. حضرت یحیی درباره مسیح نبوت میکرد: ببینین، آن است برای خداوند که گناه بشر را برمی‌دارد. مسیح آن نجات دهنده و قربانی کامله که برای بشر انتخاب شده. مسیح هیچ وقت مرتکب گناه نشد. او پاک، بی‌عیب، کامل و شایسته بود تا کفاره گناه بشر را بدهد. بیگناهی بهای گناهی گناهکاران را می‌دهد. پاک در مقابل ناپاک مبادله میشه. اون طبق اراده پدر این کار را انجام داد تا بهای گناهی بشر را پرداخت کنه، تا بشر را از بردگی گناه آزاد کنه، تا بازگرداند چیز را که آدم از دست داده بود: رابطه کامل با خداوند. مسیح روی صلیب مرد. این کار را طبق اراده پدر انجام داد. خداوند مسیح را قربانی نمود، همانطور که انبیا نبوت کرده بود. مسیح از خداوند اطاعت میکنه، یعنی همان بره خداوند که کفاره گناه بشر را پرداخت میکنه: گناه من، گناه تو. اما اونجا متوقف نشید. 3 روز بعد خداوند مسیح را از دنیای مردگان بلند، همانطور که وعده داده بود به کسایی که به او ایمان دارد، ثابت شود که آنها هم برخاسته خواهند شد تا حیات جاودان داشته باشند. بعد از آن مسیح به شاگردهای خود وعده داده که برمیگرده، اما آن زمان مثل یک قاضی و پادشاهی عادل. مسیح تحفه خداوند برای انسان است تا در گناه نمیرند و از خدا دور نشند. با پذیرفتن قربانی مسیح، انسان میتونه رابطه کامل خود و خدا دوباره دریابد. این تحفه زمانی از شما میشه که قبول کنید.